به نام خدا. بالاخره آقای کت خدا بعد از چندین ماه توقف در تهران و ناراحتی های فراوان از وضع اکبر از زندان که آزاد شد رفت به منزل حسن پرپره و حسن پرپره رو رسوندنم. بعد از اونجا وقتی که میخواستن بیان بیرون حسن پرپره گریه و زاری که من هم میخوام به اتفاق اینها برم و چون مادر حسن پرپره و پدر حسن پرپره در ده سربندان یک باقی داشتند که تابستانها برای آب خنک به اون باغ میرفتن، مادر اصرار کرد که آقای کت خدا اگر حسن با شما بیاد بده من بسیار خدا رو شاکر هستم و شکر خدا رو به جا میارم، چون حسن در این چند مدتی که با شما بوده اخلاق و رفتارش بسیار عوض شده و یک بچه تقریبا خوب و معمولی شده و از شما خواهش میکنم که حسن بیاد اونجا. و با اصرار زیاد مادر حسن پرپره آقای کت خدا قبول کرد که حسن پرپره هم با خودش به ده سربندان ببره و از اونجا که آمدن بیرون در همون میدان سرچشمه یه چند تا قاطر اجاره کردن، کرایه کردن و با همون قاطرهای به اصطلاح چموش و لگد زن حرکت کردن به طرف ده سربندان و الان ما اونا رو در جایی میبینیم که اینها کاملا تهران رو پشت سر گذاشتن و دیگه حتی دیواری هم از خانه های تهران پیدا نیست و در اون محبت هم هوا بسیار سرده و اینها هم سوار بر قاطرها هستند و درن میرن و ما بقیه داستان رو در متن خود داستان شاید بفهمیم که چطور شده. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو و به امید خلق روزگار الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار توانا، ای خدای یگانه، من البته ما آمدیم تهران، استفاده ای از تهران به اون صورتی که باید ببریم نبردیم، ولی وضع و رفتار اکبر بی اندازه نسبت به اون وقتی که در ده بودیم بسیار عوض شده و بسیار عالی شده و تو رو شکر میکنم که اگر ما کاری در تهران نکردیم لااقل اکبر هم الحمدلله دره به راه راست هدایت میشه و اون هدف و منظور ما رو انشاءالله دره ثابت میکنه. الحمدلله الحمدلله رب العالمین. میگم که آقای که خدا شما حالا که ما داریم میریم توی بیابون دیگه ترمون هم معلوم نیست، تمام درختاش هم دیگه رفت پشت سر ما، همه عوض شد. من یه خواهش دارم از شما که به من بگی که اون شبی که ما داشتیم می اومدیم از مسجد برگشتیم تو کوچه، من حسن توتیه رو اذیتش کردم، شما ناراحت شدی، یه سوالی اگه یاد باشی کرده آده هست. میدونم سوالت هم یادم هست، سوال بسیار و بسیار سوال خوبیست، ولی سوال تو این بیابون خشک بیاب و علف من نمیتونم به تو سوال تو جواب بدم. البته سوار بر قاطر هستیم داریم میریم، ولی یک کاری بکنه آقای اکبر آقا که سوال تو در ده از من بپرس و من به تو جواب بدم. حالا همینطور که داریم سرمون گرم باشه شما سوال من جواب بده، من همینطور دارم گوش میدم به رامیان برای اینکه به حرف تو گوش داده باشم. یعنی همیشه ما به حرف تو گوش میدیم آقای اکبر آقا، هر لحظه به حرف تو گوش میدیم. برای اینکه تو رو ناراحت نکرده باشم، من از همون تهران وقتی میامدیم یک تابلوی نقشه ایران برای تو خریدم. بفرم اینم بدم شبانشو بدم بفرم یک تابلوی نقشه ایران خریدم که نبز بزن روی این تخت سنگ قاطره رو باشونیم برسن دیگه. بایسیم بیا اینجا برای اینکه اکبر سوال کرده الانم یه خود قاطرها یونجاشون رو بهشون بدیم بنزن بخورن. سوال از من کرده بود که آقای کت خدا این همه هی میگن وطن یعنی چون من دیدم بهتر این است که من یک نقشه ایران از تهران خریداری بکنم و اون وقتی که میخوام راجع به وطن صحبت بکنم به اکبر بگم که وطن
عبارت است از اون محلی، اون مکانی که پدران ما، مادران ما، اجداد ما زندگی می کردن و این وطن به نام ایران نامیده شد. چه کشته ها دادیم، چه جنایت ها کردن برای زندگی ما، چقدر از حق و حقوق ما کشورهای بزرگ گرفتن. حالا کاری ندارم من به این حرفا، انشاءالله یواش یواش بزرگتر میشیم و بهتر درک میکنیم و بیشتر قدر انقلاب اسلامی خودمون رو میدونیم. حواسمون جمع بشه. این تابلو رو من خریدم که نقشه ایران رو به تو نشون بدم، به مثابه یک گربه است، به شکل یک گربه است. این نقشه ایران